بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم. قبول که وصله ناجور انبساط منم، قبول جای بیابان کنار دریا نیست، اما آقا جان به تو از دور سلام، به حسین از طرف وصله ناجور سلام. سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت یک و یک شما بینندگان خوبی که از دریچه شبکه جهانی هادی تیوی ما را تماشا می نمایید. امیدوار استم در هر کجایی از دنیا که هست جور و صحتمند بوده، در کنار فضای گرم و باصفای خانواده زندگی سرشار از صفا و صمیمیت و معنویت داشته باشید و ایام بکام. همچنان عرض تسلیت دارم ایام وفات و سوگواری بزرگ بانوی اسلام حضرت ام البنین سلام الله علیها را، محضر قطب عالم امکان، جان جهان حجت ابن الحسن ارواح نال تراب مقدم الفدا اول، و به محضر شما بینندگان خوب و همیشگی. با کمال افتخار امتنان از فضای پرنور شبکه جهانی هادی روبروی شما خوبان قرار داریم و با برده و با برنامه بانوی نمونه با محوریت و موضوع حضرت ام البنین لیاقت ها و شایستگی ها با خود داریم کارشناس محترم حجت الاسلام و المسلمین حضرت استاد نصرالله توحیدی. جناب استاد سلام علیکم، به برنامه خیلی خیلی خوش آمدید. سلام علیکم، خیلی ممنون. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد و الثناء کله لله، الصلاة و السلام على رسول الله و على آله آل الله. بنده هم سلام و ادب و احترام تقدیم میکنم محضر همراهان عزیز و همه بینندگان نهایت گرامی و ایام رحلت و سوگواری بانوی عظیم المنزلت عالم اسلام حضرت ام البنین علیها السلام را تسلیت عرض میکنم، در خدمت شما هستم. سلامت باشید شما. استاد، از آنجایی که معرفی بانوانی که در صدر اسلام قدم به قدم با مردان در پیشبرد اهداف اسلام شرکت میکردن از مهم است، و قطعا حضرت ام البنین هم یکی از بانوان است که رسالت های عظیمی همچون رسالت تبلیغ عاشورا را در شرایط پرخفقان انجام دادن، و قطعا ایشان هم یکی از بانوان نمونه هست. و ما به عنوان اولین سوال از شما میپرسیم که ایشان از چی ویژگی های برخوردار بوده؟ بله، با آمدن دین مقدس اسلام و آخرین پیغمبر الهی شخصیت در همشکسته زن احیا شد و اسلام عزیز آمد، زن را زنده تر کرد و حقوق اولی او را هم تأمین کرد. شخصیت های بزرگ از مردان و زنان در دامن دین مقدس اسلام و در مکتب قرآن تربیت شدند، رشد کردند. یکی از زنهایی که امروز میتواند الگو باشد برای کل جهان بشریت، مخصوصا برای زنان، حضرت ام البنین علیها السلام هست. ام البنین در مکتب قرآن در کنار امام معصوم حضرت امیرالمؤمنین تربیت می شود و از ویژگی های فوق العاده ارزشمند و برجسته برخوردار هست. طبق اون چیزی که شاعر سروده، زن مگو مرد آفرین روزگار، زن مگو خاک درش نقش جبین، زن مگو دست خدا در آستین. هرچنین شعر را در مورد وجود با عظمت حضرت زینب کبرا سروده، ولی میشه تطبیق کرد بر وجود با عظمت حضرت ام البنین. حقیقتا حضرت ام البنین مرد آفرین روزگار هست. بله.
حقیقتاً ام البنین از زنانی است که طبق تعبیر این شاعر دست خدا در آستین داره، مردان در جامعه تقدیم میکند که نظیر ندارد در طول تاریخ بشریت. بله، یکی از ویژگی های حضرت ام البنین، شاعر از حضرت ام البنین، انقدر شعرهای زیبا و پرمعنوا حضرت ام البنین سروده، اساساً اهل بیت محور و منشأ فصاحت و بلاغت هست، مخصوصا در بین عرب، و اونهایی که دمخور بودن، مأنوس بودن با اهل بیت پیغمبر، اونا به نحو فصاحت و بلاغت را از این خاندان و از این مکتب فرا گرفتن. چی برسد به این که در کنار خانواده در یک بیت با هم دیگه زندگی بکنه؟ بله بله، این که حضرت ام البنین سالیان متمادی در کنار فصیح ترین انسان‌های روی زمین، امیر بیان و امیر کلام حضور داره، حضرت علی بن ابی طالب، یقینا خیلی چیزها را از حضرت فرا گرفته، فصاحت بلاغت و شعرهای خیلی خوبی سروده حضرت ام البنین. یکی از اون شعرهایش که فوق‌العاده پرمعناست، احساس برانگیز هست، در مورد حضرت ابوالفضل عباس سروده که اونجا وقتی حضرت ام البنین شعر می سراید: یا من رأى العباس کر على جماهیر النقد، ای کسانی که شما در کربلا حضور داشتید، اما من ام البنین نبودم، می دیدید که چطوری عباس من بر جماعت ترسو حمله می کنه و اونا مثل روبا از روبروی حضرت ابوالفضل فرار می کنه. و وراه من ابناء حیدر کل لیس ذی لبت، و به دنبال ابوالفضل عباس سایر فرزندان علی ابن ابی طالب، یعنی برادران حضرت ابوالفضل، مثل شیرهای زیلبت، شیرهای یالدار حمله میکردن و اونها مثل روبا که در برابر شیر قرار گرفت و فرار میکرد. میبینید که چقدر با فصاحت بالای حضرت امیرالمؤمنین حضرت ام البنین شیر سروده. یا لو کان سیفک فی یدیک لما دنا منه احد، ابوالفضل جان، عباس من، اگر در کربلا شمشیر تو در دستت می بود، هرگز کسی جرأت نمی کرد نزدیک تو شود. این شعرهای بلند و بالا را ام البنین سروده در وصف فرزندانش، مخصوصا به وصف حضرت ابوالفضل عباس. یکی از ویژگی های حضرت ام البنین شاعره هست ایشان. یکی از ویژگی های دیگر حضرت ام البنین، ایشان فوق‌العاده مؤدب است، فوق‌العاده تواضع داره. ببینید خدمت بیننده های عزیز، دقت بیشتر کن روی این موضوع. اساسا نتیجه بندگی تواضع و ادبه. اگر ما با کارهایی که در مناسک و اعمال فردی انجام میدیم و اعتقادات ذهنی و درونی که داریم ما را به تواضع نرساند، به ادب نرساند، در واقع ثمر لازمی که از دینداری باید بگیریم نگرفته ایم. قول شاعر: افتادگی و موزگر طالب فیضی، هرگز نخورد آب زمینی که بلند است. احسن. حضرت ام البنین که خیلی بزرگ می شود و خیلی توجه اهل بیت رو به خودش جلب می کند، در حدی که حضرت زینب وقتی از کربلا برمیگردد میره پیش حضرت ام البنین، از ادب حضرت ام البنین است، از تواضع حضرت ام البنین است که وقتی خودش میاد در خانه حضرت ام البنین میگه که من زن این خانواده نیستم، کنیز این خانواده هستم. تواضع فوق العاده ارزشمندی که حضرت ام البنین داره در برابر اهل بیت، در برابر کسانی که اونا محور دینداری هست، این تواضع حضرت ام البنین است و این ادب حضرت ام البنین است که انقدر او را بزرگ جلوه میدهد. و این ادب و این تواضع را از خودش منتقل میکنه به وجود با عظمت حضرت ابوالفضل عباس که او تجسم کامل ادب و تواضع در روز عاشورا. یکی دیگر از ویژگی های برجسته حضرت ام البنین شجاعت است. که وقت امیرالمؤمنین میخواهد بعد از حضرت زهرا ازدواج کند، به برادرش عقیل میگه که عقیل جان، برای من یک زن پیدا کن، یک همسری که من خانه را جمع جور کنم و خانه مرا مدیریت کند. درست اینطوری حضرت امیرالمؤمنین به برادرش میگه: انظر الى امرأة قد ولدت هل فحول، عقیل برای من یک زن پیدا کن، یک شریک زندگی در نظر بگیر، دنبالش بگیرش که او شجاع زاده باشد، او را شجاعان و فحول به دنیا آورده باشد. چرا؟ لأتزوجها فتلد لی غلاما فارسا، چرا که من میخوام از او فرزندان شجاع و دلیری داشته باشم.
اینجا امیرالمومنین توجهش به روز عاشوراست که فرزندان شجاع متولد شود از وجود این همسری که قرار است شریک زندگی من باشد، اینها دوشا دوش حسین من حرکت کنند و شجاع باشد. لذا با توجه به صفت شجاعت حضرت ام البنین او را امیرالمومنین همسر خودش انتخاب میکنه. خیلی بخشین استاد، تعریفی دقیق شجاعت از منظر شما چیست؟ این یک نکته خیلی اساسی است. امروز یک برداشت غلط از شجاعت در عرصه اجتماع صورت گرفته. ببینید بیننده های عزیز، شجاعت به معنی عربده کشیدن، سر و صدا به راه انداختن نیست. شجاعت به این معنی نیست که مردم از تو بترسه. اینها شجاعت نیست که در دل مردم رعب و ترس و وحشت ایجاد کنی و خودنمایی کنی، بگی که اظهار قدرت کنی که مردم از ما بترسه. اینها شجاعت نیست. بهتر اینه که ما بریم سراغ نهج البلاغه علی ابن ابی طالب، علی علیه السلام، که حضرت امیر در مورد شجاعت چی بیانات داره. اونجا حضرت میفرماید که از صبر و شجاعتون، صبر شجاعت است. ببینید صبر یک قوه است، که یک قدرت است که از درون انسان را گاهی واداره به انجام یک عمل میکنه و گاهی همین قدرت درونی انسان را باز می‌دارد از اقدام کردن و از واکنش نشان دادن. این میگه شجاعت. کسی که در برابر هوس‌ها، در برابر تهدیدها قرار دارد و شیطان فوق‌العاده او را دارد تحت تأثیر قرار می‌دهد، این آدم هیچگاه تحت تأثیر هوس وسوسه‌های شیطان قرار نمی‌گیرد، صبر می‌کند. این آدم در واقع شجاع است. این شجاعت، نه این که در دل مردم ترس ایجاد کنی. و ما در جمله دیگر حضرت امیر علیه السلام می فرمد و ما اشج البره، چقدر شجاع است انسان پرهیزگار. یا در وقت در جایی که چند تا از فضیلت های اخلاقی را بیان میکنه میگه و شجاعت و علی قدر انفتهی، شجاعت اونا به قدر انفه او آدم هست. انفه یعنی به مقدار بیباکی، به مقدار بیتوجهی انسان. این مراد از بیتوجهیش یعنی بیتوجهی آدم نسبت به مادیات. گفتن علمای اخلاق یکی از اساسی ترین دلیل ترس از مرگ، وابستگی شدید انسان به مادیات است. کسی که بی توجه باشد به مادیات، او اساسا دیگه از مرگ و از سایر عوامل دیگر نمی ترسد. این آدم شجاع است. خیلی خوب جناب استاد، با اجازه شما بینندگان محترم، یک میان برنامه داریم. بعد از میان برنامه دوباره خدمت شما خواهیم بود. با سلام و درود مجدد خدمت شما بینندگان خوب و همیشگی که تا این قسمت از برنامه با ما یار همراه بودین. در برنامه بانوی نمونه با محوریت و موضوع حضرت ام البنین لیاقت ها و شایستگی ها باز هم رو برای شما خوبان قرار داریم و با خود داریم کارشناس محترم حجت الاسلام و المسلمین حضرت استاد نصرالله توحیدی. جناب استاد در ادامه این مطالب خدمت شما هستیم. بله، یکی از نقش های اساسی حضرت ام البنین در مورد کانون تربیت انسان هست، یعنی نظام گرم خانواده. ببینید حضرت ام البنین همسر دوم حضرت علی ابن ابی طالب علیه السلام هست. در سبک زندگی امروز وقت زن دوم وارد خانواده می شود، فضای این خانواده رو متشنج میکند، فرزندان خانم اول این مرد را پراکنده میکند و چالش هایی را که به وجود میاره در اینجا. اما برعکس این سبک زندگی و این روش رایج، حضرت ام البنین وقتی همسر دوم هست برای حضرت علی ابن ابی طالب وارد این خانواده می شود، به جای اینکه متشنج کند فضای این خانواده را، گرمی میاره، صمیمیت بیشتری میاره و کار میکنه که فرزندان حضرت زهرا عاشق این مادر جدید خودشون شود.
اول جناب استاد ببخشید، با توجه به اینکه حضرت ام البنین زن دوم خانواده بوده، چی نقشی در تحکیم نظام خانواده ایشان داشته؟ بله، ما اول چند تا جمله رو باید بیان کنیم که خانواده در نظام مقدس دینی چه جایگاهی داره. بله، تمام حقوق که در بین اعضای خانواده از طریق دین مقدس اسلام تعریف شده، حق فرزندان بر والدین، حق والدین بر فرزندان، این حقوق متقابل، حق زن و شوهر برای همدیگر، تمام اینها فقط برای این است که این کانون تربیت انسان باید محفوظ و گرمتر باقی بماند. ببینید، انسان در یک محیط اکادمیک و علمی تربیت نمیشه، اونجا صرفا اطلاعات رد و بدل میکنه. در محیط ورزشی انسان تربیت نمیشه، در محیط کار اونجا انسان تربیت نمیشه. تنها جایی که قرار است انسان تربیت شود اون محیط خانواده است. در خانواده قرار است انسان تربیت شود. این محیط را دین مقدس اسلام خیلی به این محیط توجه کرده، به این کانون خیلی توجه کرده و اهمیت داده. ما احادیث فراوانی که داریم، اینقدر احادیث ارزشمند و پرمحتوا در مورد خانواده داریم، یک از احادیث را اجازه بدید خدمت شما عرض کنم. بفهم. از وجود مقدس پیغمبر اسلام نقل شده این حدیث: ان الله يحب المؤمن و يحب اهله و ولده. خدای متعال عاشق بنده مؤمنش است. يحب المؤمن، و خدای متعال عاشق اهل و عیال بنده مؤمنش است. و اما جالبتر از این که و احب الشیء الی الله، زیباترین تصویر پیشگاه خدای متعال، زیباترین تصویر پیشگاه خدای متعال چه تصویری است؟ و احب الشیء الی الله ایر الرجل، اینه که ببیند یک مرد سرپرست خانواده، مع امرأته و ولده علی مائده یاکلون، این مرد با همسرش با بچه های خودش دور هم جمع شده در سر یک دسترخوان نشسته و غذا میخوره. این تصویر زیبا و جذاب و دیدنی زیباترین تصویر است پیشگاه خدا. اذا اجتمع، زمانی که اجتماع کند این مرد با اهل و عیال خودش سر این سفره که غذا بخوره، اونجا چه اتفاقی میافتد؟ نظر الیهم بالرحمه، خداوند با نظر رحمت به این سفره و اهل عیال این خانه نگاه میکنه. فیغفر لهم، و همه اینها را گناهانشون را میبخشد. قبل ای تفرقوا من موضعهم، قبل از اینکه از جای خودشون از سر دسترخوان بلند شه برن، خدا همه گناهان اینها را میبخشد. این حادث برای چیست؟ یا حادث دیگری که داریم، سر سنتین بر والدیک، اگر لازم باشه که 2 سال مسافرت کنی برای نیکی کردن به والدین خودت، این 2 سال حتما مسافرت کن. همه اینها برای چیست؟ برای اینه که این مرکز تربیت انسان باید محفوظ بماند، پررنگ بماند، گرمتر باقی بماند. حالا این کانون را حضرت ام البنین وارد این کانون شده، این کانونی داشته؟ که قرار است ولی خدا در این مرکز تربیت شود، علاوه بر انسان امام معصوم در اینجا تربیت شد. پس بنابراین نقش فوقلاده ارزشمندی داره. از همو کودکی به بچه های شاد میده که فرزندان من اینجا نرید بیرید به امام حسین بگید که من برادر شما هستم، بگید ما غلام شما هستیم و ما هم من امولبنینم در این خانواده همسر خانواده نیستم. درسته که شما از لحاظ پدر با امام حسین با امام حسن یک پدر دارید، اما مادر شما کنیز این خانواده، این خاندان هست. با مهربانی که دارد، در یکی از روزها میگه با دختر حضرت زهرا ام البنین حرف میزد، اینقدر مهربانانه حرف میزد. ببینید نامادری هست اینجا. معمولا نامادری با دختران خانم اول مرد اختلاف دارن، جنجال دارن با هم دیگر، اما حضرت ام البنین آنقدر مادرانه، آنقدر مهربانانه با دختران حضرت زهرا برخورد میکنه که گویا اینا عاشق همدیگر است. دقیقا. اونجا میگه به ام البنین که تو شبیه مادر ما حرف میزنی، اینقدر زیبا حرف میزنی، اینقدر مهربانانه حرف میزنی و اینقدر بجا و سنجیده حرف میزنی که سبک سخن گفتن تو ما را به یاد مادر ما زهرا میاندازد. این نحوه از برخورد را امروز میشه ما الگو قرار بدیم برای جامعه امروز ما. دقیقا. برای خانواده امروز ما که چطوری میتواند این گونه نامادری بتواند نقش مادر را ایفا کند، چگونه یک مادر میتواند این کانون گرم تربیت انسان را
این چنین گرم نگه دارد، اجازه نده که متلاشی شود، اجازه نده که سبک زندگی خراب شود، برای شوهر خودش مشکل ایجاد نکند. درسته که این شوهر همسر اولش را از دست داده، خود این یک بحرانه، یک مشکله، حالا همسر دوم را آورده باعث ایجاد یک مشکل جدید نشه، بلکه زن دوم آمده که آرامش را بیاره به این خانواده، چون مادر که از این خانواده رفته در واقع مقدار از آرامش از بین رفته. این همسر دوم با توجه به نحوه برخورد حضرت ام البنین بیاره آرامش ایجاد کنه. فرزندان دقیقا. این مادری که مادر خودش، فرزندانی که مادر خودشان از دست داده مادری کنه. اما اینجا ما به شخصیت والای حضرت ام البنین پی میبریم که دارد مادری میکند برای یک حجت خدا، مادری میکند برای قهرمان کربلا حضرت زینب کبرا، مادری میکند برای دو امام معصوم حضرت امام حسن و امام حسین. این خیلی کار سخت و دشواری است که بتواند مدیریت کند، جمع جور کند خانه حضرت امیرالمؤمنین را. این نقش فوق‌العاده برجسته است. حضرت استاد، با توجه به این که حضرت ام البنین عصر چهار امام را درک کرده، یعنی در زمان چهار امام، امام را دقیق خوب درک کرده و در بیت امام زندگی کرده، ایشان نسبت به مسئله ولایت و نسبت به مسئله محبت و عشق به اهل بیت چقدر توجه داشته؟ بله، یکی از ویژگی های اساسی حضرت ام البنین عشق خالصانه و ویژه این بزرگ بانو نسبت به ولایت و اهل بیت پیغمبر است. آنقدر عاشق این مکتب است، آنقدر عاشق این خاندان است که یکسر خودش را، فرزندان متولی شده از خودش را فراموش کرد. ببینید چقدر عاشق اهل بیته که ذره نمیخواهد رنج از جانب ام البنین متوجه اینها شود، هرچند ناخواسته هم باشد. طوری باید این فضا مدیریت شود، ساخته شود که اینها در کمال آرامش بزرگ شود و زندگی کند. و وقت پس از عاشورا خبر شهادت امام حسین میرسد، بشیر این خبر را پخش میکنه به اهالی مدینه که کاروان امام حسین برگشته، ولی با این اتفاق ها شما ببینید واکنش حضرت ام البنین را. اونجا میفهمیم که حضرت ام البنین چقدر عاشق مکتب ولایت بوده. از بشیر سوال میکنه اخبرنی عن الحسین، بشیر از حسین من خبر بده. بشیر میگه ام البنین عباست را، جعفرت را، عثمانت را به شهادت رساندن، فرزندت عبدالله را به شهادت رساندن. میگه از حسینم بگو. هی بیتابی میکرد حضرت ام البنین، از حسینم بگو. و بشیر هی از فرزندان خود حضرت ام البنین نقل میکرد که اونا اینطوری به شهادت رسیدن. ام البنین در آخر میگه بشیر خیال من را راحت کن، من خیال تو رو راحت کنم، تعبیر دقیق تر و درست تر، که اگر حسین من زنده باشد تحمل مرگ فرزندان من راحت و سهل است. تعبیری که در منابع تاریخی آمده که شهادت فرزندان خودم برای من اهمیتی ندارد اگر حسین من زنده باشد. چقدر عاشق اهل بیت، چقدر عاشق اهل بیت بوده حضرت ام البنین. وقت بشیر بالاخره خبر شهادت حضرت ابی عبدالله را به ام البنین ابلاغ میکنه، اونجا این جمله تاریخی را حضرت ام البنین بیان میکنه: ابنائی و من تحت الخضراء، فرزندان من که سهله، خود من که سهله، همه آنچه که در این زمین و زمان زندگی می کند، ابنائی و من تحت الخضراء کلهم فداء للحسین، همه مخلوقات من و فرزندانم فدای حسین من بود. این با توجه به که حسین ابن علی امام زمان ام البنین است، این امامی که محور دینداری است. ما از منابع دینی میفهمیم که اگر ولایت نباشد، امام معصوم نباشد، دیگه تمام آموزه های دینی تعطیل میشه. دقیقا. اگر فروعات دینی معنا پیدا میکنند، اگر اعتقادات معنا پیدا میکنند و کسی میخواد حول محور اینها عمل کند، با محوریت ولی خدا اینها میچرخد و معنا پیدا میکند. و ام البنین این معنا را درک میکنه، دقیقا این معنا را میفهمه. جملات حضرت ام البنین خوب نشان میده چقدر عاشق اهل بیت بوده
و چقدر دقیق شناخت داشته بله، از بله. امام زمانش. بله، وقتی خودش در همو خانه حضرت امیرالمؤمنین حضور پیدا میکنه، اونجا میگه من کنیز این خاندان هستم. این یعنی چی؟ یعنی که اینا ولی خدا هن، اینا امام معصوم هن و من یک انسان عادی هستم. یعنی این طرز گفتار حضرت ام البنین، این روش رفتار حضرت ام البنین نسبت به امیر المؤمنین، نسبت به امام حسن و امام حسین، بیانگر این است که ام البنین این خاندان را شناخته، جایگاه ولایت را فهمیده و متوجه شده که ولایت از چه جایگاه در نظام مقدس دینی برخوردار است و من چه مسئولیتی در قبال این خاندان و در قبال جایگاه ولایت دارم، که خودش را به عنوان یک فرد مستقل معرفی نمی کنه بلکه میگه من کنیز این خاندان هستم. خیلی خوب جناب استاد، وقتی برنامه در اینجا به پایان میرسد، خیلی تشکر از این که در برنامه حاضر شدین. با اجازه شما از محضر شما خداحافظی میکنیم. قسمت این بود که تو محرم حیدر باشی، به علی مونس و همخانه و همسر باشی. قسمت این بود که در زندگی مشترکت به عزیزان دل فاطمه مادر باشی. بینندگان عزیز، تشکر از این که تا آخر برنامه با ما یار و همراه بودین. این بود برنامه بانوی نمونه با محوریت حضرت ام البنین، لیاقت ها و شایستگی ها، که از فضای پرنور شبکه جهانی هادی تقدیم حضور شما گردید. تا برنامه بعدی، خدا یار و نگهدار.